جایگاه اخلاص به صورت عمومی در آیات قرآن کریم بسیار جایگاه بالا و بلندی داره، و به خاطر از اینکه انسان در معرض به اصطلاح خراب شدن نیت قرار داره، به همین خاطر الله تبارک و تعالی در سوره ده که برای ما شما لازم کرده در هر نماز تکرارش بکنیم، در این سوره یکی از مباحث محوری و مرکزی این سوره یاداوری اخلاص است. وقتی ما شما سوره هم در هر رکعت نماز باید تکرار بکنیم، و رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز بدون سوره فاتحه را نماز نمیدونه، میفرمایه که لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، نمازی نیست برای کسی که سوره فاتحه را نخونده. سوره فاتحه یکی از محوری ترین ستون فقرات اصلی سوره فاتحه ای آیه مبارکه هست که ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ای یاداوری اخلاص است، و این یاداوری اخلاص است که انسان مسلمان در هر رکعت نماز خود این تعهد خود به اخلاص با الله متعال را تکرار بکنه، فراموشش نشه که در چی رقم حالت قرار داره و به چی کسی عبادت میکنه و از چی کسی استعانت بجویه، و در استعانت جستن خود و در عبادت کردن خود چی رقم اراده و چی رقم نیت داشته باشه. به این خاطر هر وقتی که در این آیه مبارکه میرسین فراموش نکنین که الله متعال با اینمی عمل چی چیزهایی را از انسان مطالبه میکنه، و یکی چی چیزهای باعث میشه اینمی اخلاص که از جمله محوری ترین مسائل در اسلام هست چه رقم خراب میشه. و گپ بسیار مهمتر دیگه ای که الله تبارک و تعالی به صورت بسیار زیبایی در یک حدیث دیگه هم اینمی مسئله را به زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما بیان کرده و میفرماید که ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم، الله متعال به جسم های شما و به صورت های شما نگاه نمیکنه، ولکه ينظر الى قلوبكم و اعمالكم، الله متعال بر قلب های شما که انگیزه اعمال شما هست و باز بر اعمال شما که در نتیجه انگیزه ها از شما صادر میشه به اونها نگاه میکنه. پس انسان مسلمان همیشه متوجه این نکته باشه که من وقتی یک عمل رو انجام میتم به خاطری که انجام میتم، و اگر به خاطر الله متعال بوده باشه، الله متعال بر قلب های ما نگاه میکنه و از نیت های ما آگاه هست، پس تلاش باید بکنه و در تلاش ازی بوده باشه که مفهوم واقعی اخلاص را اول درک بکنه و سپس در زندگی خود و در انجام عبادات اونها را مد نظر داشته باشه.